الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اگر روايات ملاحظة شود خواهیم دید که نسبت به سید الشهداء علیه الصلاة والسلام اهمیت بسیار زیادی اسلام قرار داده و هر چیزی که مربوط به سید الشهداء علیه السلام باشد، یک خصائصی برای سید الشهداء هست که این خصائص برای هیچ امامی، هیچ پیغمبری نیست. انسان باید بر خاک سجود بکند یا چیزی که از زمین باشد، یا نباتات زمین غیر معقول، اما سجود بر خاک کربلا ثواب نماز را چندین و چندین برابر قرار می‌دهد. زیارت هر امامی یا پیغمبر مستحب است، اما زیارت سید الشهداء ثوابش بیشتر از تمام زیارات ائمه یا پیغمبر هست. حتی داشتیم فقهایی که قائل بودند که زیارت سید الشهداء واجب است بر کسی که مستطیع. کسی که مستطیع است واجب است که در طول عمر یک بار اقلا سید الشهداء را زیارت بکند. حالا بعضی از فقها این را گفتند. اما اهمیتی که برای سید الشهداء قرار داده شده و برای زیارت سید الشهداء برای پیغمبر یا هیچ امامی قرار داده نشده. چرا؟ مگر پیغمبر بهتر از امام حسین نبودن؟ چرا؟ پیغمبر از امام حسین بهتر بود. مگر حضرت امیر علیه السلام از سید الشهداء بهتر نبودن؟ چرا؟ مگر امام حسن از سید الشهداء بهتر نیستند؟ چرا؟ مگر حضرت زهرا از امام حسین بهتر نیستند؟ چرا؟ چرا این اهمیت خاصی که برای سید الشهداء و زیارتش هست برای پیامبر حضرت زهرا امامان نیست؟ سوال هست. شما اگر در کتاب‌های روایت مراجعه بکنید خواهید دید که زیارت هایی که برای سید الشهداء وارد شده از یک طرف برابر بلکه بیشتر از زیاراتی است که بر تمام ائمه پیغمبر وارد شده. اگر جمع بکنید زیارت نامه هایی که از ائمه برای پیغمبر و امامان وارد شده یک طرف بذارید، زیارت نامه هایی که برای سید الشهداء ائمه گفتن بیشتره. چرا؟ شاید علتش این باشد که پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه میخواستند که یک انسان مؤمن با سید الشهداء به شکل روزمره زندگی بکنند، هر روز سید الشهداء را در نظر داشته باشد. یه روایتی داره که حضرت از شخصی میپرسند که آیا هر روز سید الشهداء را زیارت میکنی؟ گفت نه. گفتن هر هفته زیارت میکنی؟ گفت نه. گفتن هر ماه زیارت میکنی؟ گفت نه. گفتن هر سال زیارت میکنی؟ گفت گاهی، بعضی سالها میشه بعضی سالها نمیشه. حضرت فرمودن چقدر شما جفاکار هستید، سالی یک بارم زیارت نمیکنید، ماهی یک بارم زیارت نمیکنید، هفته یک بارم زیارت نمیکنید، هر روز زیارت نمیکنید. جفای برای سید الشهداء است. اگر نمیتوانی از نزدیک سید الشهداء را زیارت بکنی، حداقل از دور زیارتش بکن.
میخواستن که یک انسان مؤمن زندگی روزمرش با سید الشهدا باشه، هر روز و هر لحظه با سید الشهدا زندگی بکنه. روزی 5 بار که نماز میخونه، پیشونیش را روی مهر سید الشهدا بذاره، در هر سجودی یاد سید الشهدا بیفته. 34 بار هر روز سجود واجبه، در نمازهای واجب 17 رکعت، هر رکعتی هم 2 سجود داره، 17 بار 34 بار انسان در روز یاد سید الشهدا بیفته، هر روز زیارت بکنه سید الشهدا ولو با یک کلمه کوتاه، السلام علیک یا سید الشهدا، السلام علیک یا ابا عبدالله. میخواستن که انسان زندگیش عجین بشه با سید الشهدا. وقتی که زندگی انسان با سید الشهدا عجین شد، انسان در اهداف سید الشهدا هم سیر میکنه، اهدافی که سید الشهدا علیه السلام به خاطر اون قیام کرده. گاهی اگر انسان با یک چیزی زندگی میکنه، ممکنه غافل از اون شی باشه، اما زندگیش مبتنی بر اون چیزه. ما الان با هوا زندگی میکنیم، اگر چند دقیقه هوا به ریه های انسان نرسد، انسان میمیره. ممکنه الان ما غافل باشیم که داریم نفس میکشیم، اما زندگی ما با این هوا عجین شده. اگر یک کمی این هوا آلوده بشه، فورا احساس نفس تنگ میکنیم. چرا؟ چون که زندگی ما مربوط به این هوا شده. اگر یک کمی هوا کم بشه، کوهنوردانی که بر قله ها صعود میکنن، اگر قله خیلی بلند باشه، معمولا با خودشون اکسیژن میبرن. چرا؟ چون که هرچی بالاتر انسان بره، اکسیژن کمتر میشه، ازا ممکن است که احتیاج به اکسیژن پیدا بکنن. تا اکسیژن کم میشه، انسان فورا نفس تنگ میگیره. چرا؟ چون که زندگیش با این اکسیژن قرین شده. اما چیزی که انسان زندگیش با او قرین نشده، ممکنه انسان ازش غافل بشه، از اون شی اصلا اون شی در نظرش نباشه و چیزهایی که مترتب بر اون شی هم میشه فراموش میکنه. این را نمیخواستن. میخواستن که ما با سید الشهدا همیشه زندگی بکنیم، تا این که اهدافی که سید الشهدا علیه السلام داشت، اون اهداف را ما انجام بدیم، با اون اهداف زندگی بکنیم. سید الشهدا علیه السلام خودش میفرماید: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان وشيعه ابي اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. من بی خودی قیام نکردم، به خاطر افساد قیام نکردم، به خاطر فخر فروشی قیام نکردم، به خاطر اینکه حکومت دستم برسه قیام نکردم. هدف من امر به معروف، نهی از منکر، اصلاح در امت درش فساد زیاد شده، میخوام اصلاح در امت بکنم، امر به معروف نهی از منکر بکنم. اگر انسان زندگیش با یک چیزی عجین شد، اون شیء در کل زندگیش تأثیر میذاره. یه روایتی داره، یک شخصی به نام صفوان، این شتربان بود، شتراش را برای هارون الرشید کرایه داده بود. هارون میخواست حج بره، شتر نداشت به اون اندازه کافی، چون که وقتی میخواست حج بره که تنهایش که نمیخواست بره، شاید هزارها و دهها هزار نفر باش حج میرفتن، خدم و حشم و تشکیلات و آشپز و نمیدونم برنامه های مختلف. گفتی که از در تاریخ داری که از سلاطین بنی امیه این حج رفته بود، در حج صدها شتر باش بود که این لباسهاش را برمیداشت. حسب تاریخ 1,000,000 پیرهن با خودش برده بود، پیرهنهای مختلف. اینجوری بیرفتن دیگه، ممکن بود 10,000 شتر احتیاج داشته باشه. حضرت کاظم علیه السلام نهیش کردن که چرا شترهات را به این کرایه دادی؟ گفت یا ابن رسول الله، در راه حجه. خب گاهی وقتا ما خودمون را همجوری گول میزنیم، در راه خداست، در راه پیغمبره، در راه حجه. حضرت بهش فرمودن که کرایه تو گرفتی؟ گفت نه نگرفتم، بلکه من منتظرم وقتی برمیگرده از حج کرایه من را به من میده. حضرت بهش فرمودن دوست داری که زنده بماند تا این که برگرده و کرایه تو را بده؟ گفت بله، چون که اگر مرد ممکنه کرایه ما هم از بین بره. حضرت فرمودن کسی که مضمون کلام حضرت، کسی که دوست دارد دشمن ما زنده بماند، این با همون دشمنه، با همون دشمن محشور میشه.
تو نباید دوست داشته باشی که دشمن ما زنده باشه. خب این آقا به وسیله کرایه دادن شطور هر لحظه در فکر این هست که کی کرایه دستش میرسه، کی پول دستش میرسه. پس این آقا باید زنده باشه، هر روز روزش را به این میگذرونه، به این امید که این آقا زنده برگرده هارون رشید کرایش را بده. حضرت این را نمیخواستن این آقا با این امید زنده موندن هارون رشید هر روزش را به شب برسونه. این یک روایت، یک مثال. یک مثال دیگر، این مثال مال 100 سال قبل تا الان هم هست. این مثال هنگامی که فرانسه الجزایر را اشغال کرد، تقریبا 180 سال الجزایر در استعمار فرانسه بود. الجزایر زمین های کشاورزی حاصل خیز زیاد داره. یکی از کارهایی که فرانسوی ها کردن این است که تمام این مزارع الجزایر را به کشت انگور مخصوص کردن. تا الان اکثر مزارعشون انگور درش کشت میشه، با اینکه زمینشون حاصل خیز هست، خیلی میوه ها رو میشه درش کاشت. خب در وقت استعمار و تا الان این همه انگور که مورد مصرف نیست، ملتشون هم خیلی کمه، 20 میلیون شاید نفر جمعیت داشته باشن، اون وقت کمتر بوده. خریدار این انگور کارخونه های شراب سازی در فرانسه است. و تا الان کارخانه های شراب سازی فرانسه یک قسمت عمده انگورشون را از الجزایر تأمین میکنن. چرا این کار را کردن؟ استعمار فرانسه چرا این کار را در الجزایر کردن؟ تا یک کشاورز مسلمان که خیلی از مردم اونجا کشاورز هستن همیشه دلش بخواد که شراب فروشی زیاد بشه. چرا؟ چون که وقتی شراب فروشی زیاد شد انگورش هم قیمت خوب خریده میشه. اگه یه وقتی شراب فروشی کم شد انگورش هم نمیخرن، سر دلش میمونه. مسلمانی که همیشه دلش میخواد مردم شراب بخورن، این مسلمان هر روز با شراب زندگی میکنه، هر روز امیدواره که شراب فروخته بشه. این مسلمانی که امیدواره اینجوری، شرابی که انقدر قرآن مذمتش کرده، انقدر در اسلام چیز بدیه این شراب، روایات زیادی که درش هست، از بدترین محرمات هست، حد هم داره. اگه کسی شراب خورد با شرایط خاصی که در شرع ذکر شده 80 ضربه شلاق هم بهش میزنن. خب چرا این کارو کردن؟ تا با شراب زندگی بکنه. این مثال بدشه. روزا خیلی از مردم بیتفاوت هستن نسبت به دین. کسی که نسبت به شراب بیتفاوت باشه، نسبت به نمازم بیتفاوت میشه، نسبت به مال مردمم بیتفاوت میشه، نسبت به بقیه مسائل دینم بیتفاوت میشه. برعکسش در مسائل مهم اسلام همین کارو کرده، سعی کرده که مردم با خوبی ها زندگی بکنن، زندگی روزمره شون با خوبی ها باشه. خب سید الشهدا علیه السلام اهداف بلندی داشت، قصد اصلاح داشت، قصد امر به معروف و نهی از منکر داشت. خوبی ها تماما در قیام سید الشهدا جمع شده. ما اگر هر روز با سید الشهدا زندگی بکنیم، اون خوبی ها در ما قوی تر میشه. ما اگر هر روز یاد سید الشهدا باشیم که وقتی که اذان گفت، اذان ظهر، حضرت سید الشهدا به آسمان نگاه کردن، دیدن زوال شده، در بحبوحه جنگ نماز خوندن، نماز اول وقت، اونم به جماعت خوندن، دو نفرم مأمور گذاشتن که اینها جلو بیستن که اگر تیری چیزی آمد به طرف این نمازگزاران بدنشون سپر بلا بشه. این دو نفر وقتی نماز تمام شد از شدت جراحات تیر و سنگی که برشون وارد شده بود به شهادت رسیدن. انسان که این سید الشهدا را میبینه، میشنوه، هر روز روی مهری که از کربلا سجود میکنه این قضایا را یادش میاد، این نماز، این انسان دیگه نمازش را ترک نمیکنه، سعی میکنه نماز اول وقت بخونه. اگر ما هر روز با سید الشهدا زندگی میکنیم و میبینیم که سید الشهدا به دشمنی که به قصد کشتنش آمده، این دشمنی که به قصد کشتنش آمده آب بش میده، حالا من یک کمی با رفیقم مثلا میانم خوب نیست، سعی میکنم که ضرر بهش برسه، خراب میکنم تجارتش را، اگر کسی باش مثلا میخواد تجارت بکنه سعی میکنم خراب بکنم باش،
اگر من با سید الشهدا زندگی میکنم دیگه این کار را نخواهم کرد. اگر یک شخصی فرزن 100% به من بدی کرد، من از سید الشهدا باید یاد بگیرم. به من بدی کرد، من بهش خوبی بکنم. اگر من بهتر از سید الشهدا هستم، بهتر که نیستم مسلم. اگر اون با دشمنی که به قصد کشتنش آمده خوبی بکنه، خب من بالا یک رفیقی سوء تفاهمی پیدا کردیم، یک چیزی که معلوم نیست اصلا حق با من هست با من نیست، با اون اشتباه کردم، حاضر نیستم بگذرم اصلا. لذا ما باید سعی بکنیم که با سید الشهدا زندگی بکنیم. مثل هوایی که نفس میکشیم، این هوا را سید الشهدا در زندگی ما اینجوری بشه. لذا نسبت به قضیه سید الشهدا ما باید سعی بکنیم برنامه هامون نسبت به سید الشهدا اولا استمراریت داشته باشه. عزاداری مخصوص دهه عاشورا نیست، هر مناسبتی انسان میتونه عزاداری داشته باشه. روزه در منازل، روزه هفتگی سابقا خیلی زیادتر بود، الان هم هست اما کمتره. ولو دو نفر باشن، دو نفر مستمع باشن، این غیر از برکتی که بر خونه نازل میکنه، غیر از اینکه بچه های خودمون را تربیت میکنه که این که با سید و شهدا زندگی بکنن، غیر از این آثار بسیار زیاد دنیوی و آخروی داره، ثواب های بسیار هنگفتی داره. یک حسنه واحده، یک دونه حسنه که روز قیامت روایت داره انسان دنبال یک حسنه راه میره، یک حسنه میره سر پدرش میگه یک حسنه از تو میخوام، بهش نمیده. میره سر مادرش میگه یک حسنه از تو میخوام، بهش نمیده. برادرش خواهرش ازش فرار میکنن اصلا. یک دونه حسنه. روایت داره که اگر انسان آب خورد، سید الشهدا رو ذکر کرد و قاتلش رو لعن کرد، 100,000 حسنه بهش میده. که یک دونه از این حسنه ها روز قیامت انسان دنبالش میدوه، مردم هم ازش فرار میکنن. یک آب انسان بخوره، سید الشهدا رو یاد بیاره، قاتلش رو لعن بکنه، 100,000 حسنه بهش میدن. 100,000 گناه خدا ازش پاک میکنه، 100,000 درجه در درجاتش میافزاید. خب انسان روزی چند بار آب میخوره؟ خیلی آب میخوره. یه هر دقیقه، هر لحظه که آب خورد سید الشهدا رو بیاد آور، کل قضیه و خوبی هایی که سید الشهدا به خاطر اون قیام کرد و به شهادت رسید در نظرش مستحکم تر میشه، در نظرش بیشتر میشه. این در آخرتش، در دنیاش هم منشأ برکات بسیار زیادی میشه. کسانی که در منازل خودشون روزه هفتگی دارن خیلی موفق هستن، خیلی توفیق خدا بهشون میده. ممکن هم هست که انسان متوجه نباشه این توفیق از کجا آمده، خیلی بلاها از سرشون برداشته میشه. ممکن انسان متوجه نباشه، رانندگی داره میکنه، خطر تصادف رو رد کرد، میگه الحمدلله، خبر نداره که این مثلا ممکن است از برکت سید الشهدا بوده. چون که خدا بنداش این نیست که به ما بگه این کار نتیجه اون کار بوده. گاهی خدا میگه، بیان میکنه که میفهمیم که این کار ما نتیجه اون کار خوبی بود که انجام دادیم، گاهی، اما اکثر اوقات اینجوری نیست. لذا باید سعی بکنیم که سید الشهدا به شکل مستمر در زندگی ما باشه. روزه هفتگی در منازل زنانه مردانه، انسان نگه چه فایده داره، انسان نگه که این مثلا هزینه داره، نه، خیلی ساده بگیره. لازم نیست که انسان مفصل بگیره، اگر قدرت داره مفصل بگیره، قدرت نداره مختصر بگیره، قبول هم ازش میشه. یه روایت داره، یک شخصی پیغمبر صلی الله علیه و آله نشسته بودن برای جنگ هایی که بر علیه پیغمبر مشرکین راه مینداختن پول جمع میکردن. خود پیغمبر نشسته بودن در مسجد، پول جمع میکردن. یک شخصی آمد 1 دینار داد، یک شخصی آمد 100 دینار داد، یک شخصی آمد 1,000 دینار داد. هر دیناری هم 3/4 مثقال طلاست. پیغمبر فرمودن اجر این 3 مساویه، اونی که 1 دینار داد، اونی که 100 دینار داد، اونی که 1,000 دینار داد. گفتن چطور؟ اون 1,000 برابر این داد، چطور اجرشون مساویه؟ پیغمبر فرمودن هر کدوم به قدر قدرت خودش داد. اونی که 1 دینار داد بیش از 1 دینار نمیتونست بده، اونی که 1,000 دینار داد بیش از 1,000 دینار نمیتونست بده. اگر 900 دینار میداد ثوابش از این آقایی که 1 دینار داد کمتره، کمتر بود.
اما الان هر کدوم به مقدار قدرت خودش داد ثوابشون هم یکی، چون که خدا که محتاج این پول ما نیست، خدا محتاج کارهای ما نیست. خدا چیزی که از ما میخواد اخلاص و کار به مقداری که میتونیم انجام بدیم. سید الشهدا علیه الصلاة والسلام اگر روزه هفتگی در منزل داشت، امکانات بود مفصل میگیم، امکانات نبود خیلی مختصرم باشه، هیچ مسئله ای نیست. استمراریت باید داشته باشه. دو، پربار باشه. درسته گریه کردن برای سید الشهدا بسیار ثواب زیادی داره، که روایت داره یک قطره اشک برای سید الشهدا آتش جهنم را خاموش میکنه. آتش جهنمی که در روایات دیگر هست که اگر یک شرارش به زمین برسه تمام کره زمین را میسوزونه، این یک قطره اشک این آتش جهنم را خاموش میکنه. این لازمه. در عین حال ما اگر بتونیم بهتر استفاده کنیم، چرا بهتر استفاده نکنیم؟ آدم هم گریه بکنه برای سید الشهدا، هم استفاده معنوی از سید الشهدا بکنه. مثلا پیشنهاد میشه که شعرا که شعر میگن که منبری ها یا مداح استفاده میکنن، اقلا از کلمات سید الشهدا هم استفاده بکنن. سید الشهدا خیلی خطبه داشتن در این مسیرشون، قبل از مسیرشون به سوی کربلا فرمایشات زیادی داشتن. خب این فرمایشات اگر در ضمن اشعار گنجانیده بشه، این آقا هم گریه بکنه برای سید الشهدا، هم موعظه از سید الشهدا بشنوه، بهتر نیست؟ اگر گریه بکنه خیلی ثواب داره، اما اگر هم گریه بکنه هم موعظه بشنوه، ثوابش بیشتر میشه. شعر پربارتر بشه، مطلب پربارتر بشه، پربارتر باشه، استمرار داشته باشه. ما سعی بکنیم که اهداف سید الشهدا رو بیشتر استفاده بکنیم. اگر مثلا ما یک دسته عزا داشته باشیم، یک اطعامی میکنیم، سعی میکنیم که تمیز باشه، قاشقی که میذاریم تمیز باشه، بشقابی که میذاریم تمیز باشه، آشپزی که میشه تمیز باشه. مگر نظافت از ایمان نیست؟ نظافت از ایمان. پیغمبر میفرماید النظافت من الایمان، نظافت جزء ایمانه، از ایمان هست. یه شخصی به من میگفت که ما این مجلسی رفته بودیم در حسینیه، در اون حسینیه خدمت شما عرض شد قاشقش کثیف بود. یک کسی بلند شد گفت چرا قاشق کثیفه؟ گفتن او تو پولدار شدی گفتی چرا قاشق کثیفه؟ گفتم بهش که این حرف بی خودی زده، مگر اسلام نگفته باید نظافت باشه؟ فقیرم باید نظیف باشه، پاک باشه، پولدارم باید پاک باشه، همه باید پاک باشه. اگر من اطعام دادم برای سید الشهدا حالا ممکنه غذای ساده ای هم باشه، اما تمیز باشه، منظم باشه، نظم استفاده بکنیم. اگر دست در آوردیم سعی بکنیم دستمون منظم باشه. خدا در قرآن میفرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. شما که جنگ میرید سعی بکنید که در جبهه جنگ ایستادید، یکی جلوتر یکی عقبتر نباشه، همه یک صف باشید مثل یک دیواری که راسته. این را خدا دوست داره. چرا؟ چون که نظمه. هر چیزی هم که درش نظم باشه موفقه، هر چیزی هم که بی نظمی درش باشه ناموفقه. اگر من دسته دارم اقلا دستم منظم باشه. خب اهدافی که سید الشهدا براش قیام کرد اهداف اسلام بود، نظمم از اسلامه. پس سعی بکنیم که پربارتر، استمرار داشته باشه، اهداف اسلام را هم تطبیق بکنیم، اهدافی که اسلام گفته. اگر ما این کار را کردیم، با سید الشهدا سلام الله علیه زندگی کردیم، هر لحظه از لحظاتمون با سید الشهدا بود، به اهدافی که سید الشهدا داشت که همون اسلام باشه، به این اهداف عمل کردیم، اگر این کار را کردیم واقعا سید الشهدا به داد ما میرسه در دنیا قبل از آخرت. خیلی مواردم داره، خود شما هم شاید خیلی هاش را بدانید و شنیدید، خیلی موارد داشته که سید الشهدا سلام الله علیه به داد افراد رسیده، توفیق بهشون داده، برای بچه هاشون، برای نوه هاشون. اینکه انسان که فقط فکر خودش که نباید باشه، فکر ذریه خودش هم باید باشه. ممکنه انسان یک کار خوب بکنه، خدا جزا را به ذریهش بده، خودش نتیجه را نبینه در دنیا، در آخرت فقط نتیجه را ببینه، اما فرزندانش، نوادگانش اون نتیجه خوب را ببینه. یک شخصی بود از علمای تهران، این خیلی در کارهای سید الشهدا اهمیت میذاشت.
من به شکل مختصر میگم چون که وقتم تنگ شد. این آقا وصیت کرده بود که اگر مرد ببرنش کربلا دفنش بکنن. اتفاقا وقتی ایشون مرحوم شد که راه کربلا بسته شده بود، خب فرزندان فکر کردن که این را به عنوان امانت دفن بکنن، بعد هر وقت راه باز شد جنازش را از خاک در بیارن ببرن کربلا دفن بکنن. ایشون فکر کردن کجا دفنش کنن، دیدن بهترین جا قم بیارن دفنش بکنن. چرا؟ چون که مشهد که دوره، قم هم نزدیک خودشون، حالا هر شب جمعه خواستن بیان سر خاکش دفنش کرد در قم. در روایت داره که روح میت روز سوم، روز پنجم، روز هفتم، روز چهلم در سال به بدنش بر میگرده. حالا چجور به بدنش بر میگرده نمیدونیم، اما روح میت روز سوم، روز پنجم، روز هفتم، روز چهلم و سال به بدنش بر میگرده. لذا میبینید که سوم میگیرن، هفته میگیرن، چله میگیرن، شاید به خاطر همین باشه. حالا پنجم را چرا نمیگیرن من نمیدونم، با اینکه در روایت داره روز پنجم هم هست. خب شب هفتش اومدن سر خاکش، دیدن یه عده نشستن، فرش کردن اطراف قبر این آقا و خیرات آوردن و شیرینی آوردن و مشغول خوندن فاتحه هستن. تعجب کردن، گفتن شما این آقا رو میشناسید؟ گفتن نه. نکنه اشتباهی اومدید شما سر خاک این؟ گفتن نه خیر، سر خاک این آقا آمدیم. گفتن شما چرا سر خاک این آقا آمدید؟ گفتن ما یه پدری داشتیم، این پدر ما 11-12 سال قبل فوت شد، خیلی آدم خوبی هم نبود، یعنی مثلا نمازش، روزش، خمسش، زکاتش، حجش اشکال داشت. هر وقت این را خواب می دیدیم در ناراحتی بود، چون که حساب آخرت مثقال ذره است، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر یه مثقال، یعنی به اندازه وزن یک ذره خوبی بکنه، روز قیامت میبینه او را. اگر به اندازه یک ذره بدی بکنه، روز قیامت او را میبینه. حالا بین دو پرانتز یه قصه دیگه در بین بگیم. یک شخصی، این دستش زخم شده بود. چی شده بود؟ این آقا میخواست رد بشه، دید یه قصاب یک لاشه گوسفندی آویزون کرده، میخواست دستش چرب بشه، زد به این لاشه گوسفند، بهش گفت این گوسفند تو چنده کیلوی مثلا؟ اونم گفت کیلوی مثلا فلان مقداره. رد شد، دستش کمی چرب شد. شب در عالم رویا دید روز قیامت این قصاب یخشو گرفته، این مقدار چربی که از من ورداشتی کجاست؟ بیا پس بده به من. اونجا هم که انسان که نمیتونه پس بده، از حسناتش ور میدارم برای اون میذارم، اگرم حسنات نداشت از بدیای اون ور میدارم به این میذارم. لذا در روایت داره یک کسانی هستن در دنیا خیلی خوبی کردن، روز قیامت نامه اعمالش را که میبینه، میبینه هیچ خوبی درش نیست، همه خوبیاش مال دیگران شد به خاطر یه پول مختصری که از اون آقا خورده. حالا چه برسه اگه پول زیاد باشه، چه برسه اگه پول مال یتیم باشه، چه برسه پول مال یک شخص ضعیفی باشه که قدرت نداشته باشه که حقش را برگردونه. روایت داره که بترسید از ظلم کسی که یاور نداشته باشد مگر خدا. اگر من یاور داشته باشم شما من ظلم بکنید، این ترس داره، اما خیلی زود انتقام گرفته نمیشه. اما کسی که ضعیف یاور غیر از خدا نباشه، خدا میاد یاریش میده. علا کل حال گفتن که این پدر ما که مثلا 10-12 سال قبل فوت شده بود، آدم خیلی کاراش درست نبود، هر وقت در عالم رؤیا می دیدیمش می دیدیم که وضعش خراب. تا دیروز در عالم رؤیا دیدیم وضعش خیلی خوبه. گفتیم ها چی شد؟ گفت یک آقای آوردن دفن کردن اینجا چند روز قبل. همون روزی که این آقا رو دفن کردن، سید الشهدا برای زیارت این آقا آمد در قبرش، و به برکت قدوم سید الشهدا تمام مرده هایی که در این قبرستان دفن شده بودن حسابشون به قیامت واگذار شد، فعلا عذاب برداشته شد تا روز قیامت معلوم بشه. یک کمی خدمت سید الشهدا میکرد، نه تنها خودش سید الشهدا به زیارتش آمد، از برکت زیارت سید الشهدا تمام کسانی که معذب بودن عذابشون موقتا برداشته شد تا روز قیامت.
حالا روز قیامت آیا شفاعت شاملشون میشه یا نمیشه، اون بحث دیگری داره. اگر واقعا انسان با سید الشهدا صاف بود، صاف بودن با گریه کردن، با اقامه مجلس، با زندگی کردن با سید الشهدا و در اهداف سید الشهدا سیر کردن و عمل کردن، اگر این جوری بود واقعا استفاده میکنه. اگر این جوری نبود، خب خدای نکرده اگر ریا در کار باشه، خدای نکرده مثلا انسان از سید الشهدا سوء استفاده بکنه، به اسم سید الشهدا مثلا یک سوء استفاده بکنه، اینم ضربش خیلی زیاده. حالا امیدواریم که خدای تبارک و تعالی اولا همه ما رو موفق بکنه که زیارت سید الشهدا بکنیم، و امیدواریم که